با سلام و احترام خدمت هموطنانم در جای ایران و دنیا. خب همونجور که خودتون مشاهده میکنید و میبینید خبر به گوش میرسه و بعضی هم نمیخوان قبول بکنن و بعضی هم تو خودآزاری دوست دارن و بعضی هم میگرد تمام این خبری چرت و پرت و کثافت آشغالتری پیدا میکنن. کار نداریم، ما بارها گفتیم هدفمون بالا افراد بالا زیر 40 سال هست. رفته خانم گشته یک آشغال تو یک آشغالدونی که تعفن گرفته پیدا کرده، آقای محمدی رو نوشته چه کارش کنیم؟ گفتم چه کارش نکن، گفتم حالش رو ببر بگذاریم. ما میدونیم که تصفیه حکومت نقش پاره شده، به جون هم افتادن، اینا واقعیت هست. من اول به خبر خوش بهتون بدم که وقت خبر من همش خوشه که معمای بحث ارتش حل شده است، دارم جنبندیش میکنم، یکی این کلیب، یکی بعد یکی روز مسیح انجا و دار دسته و تیماشو میخوام بذارم که دیگه بدونید که واقعا چه بدبخت هایی هستن، چه فلک زده هایی هستن صحبت خواهم کرد و بعد از اون راجع بحث ارتش و کاری که اتفاق قرار بیفته. البته این نظر منه ولی خب مطمئنم که اتفاق خوبی در راه. خب از این پایین بقول کمین از پسا برات میکنم. حسن پاشی نیروی بازمانده و رزمنده دستی تعدادی از فرماندهان قدیمی سپاه به علت خائن خواندن خامنه‌ای و بیکش. چون دیگه هر که اعتقاد بود از خامنه‌ای تو خودشون آدم زیاد جاسوسی یاد دارن یا حسادت دارن بین خودشون، مشکلات بین خودشون دارن، سریع دستگیرشون میکنن. اون هم مقصره، این هم مقصره و او زمانی که هر که هرچی میگفت اونا فقط با تیغ بران حرف بزنن با گول حرف بزنن، حالا حقتون هر طرفون بیاد. آره خامنه‌ای خائنه، تازه فهمیدیم که اصلا دین نداره، ایمان نداره، شرف نداره و بیتش همش همین هستن دیگه. الله از حرفو گذاشته، از هر طرف کشته شود، از هر طرف نابود شود، از هر طرف زندانی شود، به نفع ملت و کشور ایران است. اعتراضات چین، آمریکا گفته بود هواوی هم چی اسم هواوی هم نمیدونم تلفظ کنم، ابزار جاسوسی است، اون موبایلی که دارن و اینا. فیلم زیر رفت بچه ها، باز قبلا من گفته بودم این نامه گذاره گفتم، حالا اینجا اثبات شده است. فیلم زیر هوایی دیگر چیم به صورت اوتوماتیک فیلم های مربوط تظاهرات ضد حکومت در چین را از موبایل افراد حذف کرده است. هوایی برای جمعه های مختلف فعالیت خود با انتقادهای زیاد روبرو شده است. برجسته این مناقشه مربوط ادعای ایالات متحده بواسطه شرکت به عنوان ابزار جاسوسی برای دولت چین بود. سگ زرد برادر شغال است. مدیران هواوی پیوسته ادعا را تکذیب کردند تا با بیان اینکه این شرکت تاکنون هیچ درخواستی از دولت چین برای جاسوسی در تجهیزات خود دریافت نکرده است. دروغ که خناق نیست. بگید. همه میدونیم. در جلسه محرمانه که قاسمیان معاون قرارگاه جهادی برای تبیین صحبت اخیر خامنه‌ای تشکیل داده، حرفای تند رد بدل شده. قاسمیان با ناامیدی اظهار داشته صحبت آقا حتی در محافل حزب الله توجه لازم نداشته است که این امر پیام امید بخشی ندارد. معاونت لوجستیک بسیج در این جلسه اظهار داشت در زمین اعزام نیرو به خیابان با دو مشکل جدی مواجه هستیم. یکی عده‌ای از اعضای بسیج برای حضور در صحنه با مخالفت شهید خانواده مواجه هستند و استدلال میکنند چون شناخته شده هستیم بیم آن داریم که خانواده از طرف مردم مورد حمله قرار بگیرند. اصلا همینطورم از وقت فرده اتفاق میفته، از این شب از فرده شروع میشه، چه استدلال بکنید چه استدلال نکنید همینه، شناسایی شدید و دیگه کارتون با کلون کارتون بینه کردید، بعد از همون دست همات بگیرید باد کاشه با توفان ها دارو توفانه که اصلا نگذارید یک ذره تمرکز بکنید. حقتونه، این نسل با شما چه کرده؟ این نسل غیر از خدمت، غیر از پول دادن، غیر از چی کردی شو این همه با اون باتون با اونجور زدن جیگرتون رو در میارن. یکی زدی 100 تا میخوری. من توی آماری که بدن اشتراک کردم گفتم هر نفر شما که تلفات بده طرف باید 2000 نه 20000 تا است. حساب که میکنیم 20000 تا است، 80 میلیون جمعیت، تعداد نموزی 30000 نفر هست و تناسب میمندی میشه 20000 نفر. یک نفر کشته بشه از شماها باید 20000 تا از یاری کشته بشه تا بشین برابر که این صحبت آقا حتی در محفل حزب الله توجه لازم نداشته که این امر پیام امید بخشی ندارد. معاونت جاسوسی بسیج در این جلسه اظهار داشت در زمینه اعزام نیرو به خیابان فلان
و استدلال میکنند چون شناخته شده هستیم بیمان داریم که خانواده ها از طرف مردم مورد حمله قرار بگیرن. خوب استدلالتون درسته، دقیقا همینطوره، دقیقا همینطوره. هم شما هم نیروی انتظامی، هم شما هم نیروی انتظامی، حقتونه. یک اپسیلون غیر حق نیست، همه حقتونه. او در ادامه اعتراف کرده بده زیاد نیروی تازه جذب شده، حقوق پیشاپیش پرداخت شده، حقوق پیشاپیش پرداخت شده که برن سرکار که بعد از دریافت متواری شدند. اضافه کرده با توجه به روحی پای نیرو، اگر چارنشی برای راه بردی به صورت نگیرد به زودی با ریزش جمعی نیرو مواجه خواهیم بود که شروع هم شده و این شکم است. صد بار پولا دادی رفت اومد دادی پدرت در من است. من رجوع اقتصاد کلیفت ما خواهم گذاشت و یک شوکی به جامعه وارد خواهد به شکی نیست. و جالبه که این دفعه مردم بیشتر خریدار هستن تا فروشنده، برخلاف دفعه قطار گوی دامش رو میفروختن. نه حالا دیگه اینطور نیست، این خیلی خوبه. بله، کارشناس اروپایی تغییر رژیم در ایران، هشدار ناتو به سپاه پاسداران، که من این صحبت خواهم کرد که گفتم راجع به ارتش و ناتو و این صحبت خواهم کرد. بس بخشی از این سند، سندی که صحبت چه کردم که خیلی همه سند دار شد، سند در آوردن دیگه. بزرگترین دستاورد خیلی انقلاب برای مخالفان ریزش ترس مردم از نیروی نظامی و انتظامی. واقعا ترسون ریخته. بوده است در این بولتن محرمانه مهم چه اشاره شده که فرزندان برخی از خانواده کشته شدن جنگ ایران و عراق و برخی کارمندان دولت در جنگ بازداشت شدگان حضور دارند. در همین راستا به نقل از کارشناسان آمده که از آن عمومی و مردم متقاعد شدن که اعتراضات در کل کشور وجود داره و سراسری است. به گفته این کارشناس تداوم خیسی انقلابی و افزایش تلفات نیروهای انسانی ابهت و اختیار نظام رو در هم میشکند و بازسازی آن نیازمند زمان است که همون شده است. سود دیر شد. در این سند همچنین اشاره شده که برخی از مسئولان ایرانی مقام خارج به مسئولان داخلی گفتن که در اصل عموم خارج از کشور نیست. این موضوع که نظام ایران به هم ریخته و آینده نامرئی دارد باورپذیر شده است. خامنه ای تایید کرد که دولت کند و بی برنامه و بی تصمیم است. شوخی میکنه آقای خامنه ای. رئیسی نه بابا اشتباه کردی، تجنظر کنم اینو رئیسی اصلا نمیشه در شما. بله، خامنه ای خیلی حرفه. تایید کرده دولت کند، بی برنامه و بی تصمیم است. بر اساس بخش دیگری از این سند، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به خامنه‌ای گفته دولت برنامه و هدف در کار را ندارد و نمیتوانند تصمیم بگیرند. آشفته هستند. ما برای کمک به آنها میرویم اما آنها درک نمیکنند. خامنه‌ای بی برنامه و کند بودن و بی تصمیم دولت را تایید کرده است. نگرانی خامنه‌ای از اعتراضات محل محور. گسترش اعتراض محل محور در جریان خیزش انقلابی مردم ایران باعث نگرانی علی خامنه ای شده است. نه بابا نگران نشو، بهش دو بار بزن بی خیال بشین حال شو بعد سایکیسیا بگو ماساژ بده. نگرانی علی خامنه ای شده. بولتن محرمانه خبرگزاری فارس برای حسین سلامی حاکی است که خامنه ای از سازمان تبلیغ آسیانی خواسته تا با شناسایی عناصر انقلابی در مسئولین محلات و یک شبکه منسجم برای مقابله با تحرکات ضد انقلاب در محلات اقدام کنه. چش چه سه سال کردیم بازم بکنه. یه بولتن است که خیلی طولانیه. من فقط مثلا آقای حداد عادل فرمودن بسیج ضعیف شده و تمام بسیج کنندگی ندارد. خب تو برو عزیز من گردن کلوخ برو دامادات و همچنین نقل قول های از رهبر جمهوری اسلامی در بولتن آمده که نشان از نگرانی و از ناکارآمدی دستگاه سرکوب دارد. غلام علی حداد عادل پدر همسر مشتبه خامنه ای به خامنه ای گفته تنها یک جمعیت بزرگ میتواند اعتراضات را جمع کند و به نظر او بسیج ضعیف شده و توانش را ندارد. من بودن خیلی طولانی تا میذارم کنار. خب تو پنداری نان میخوری یا پنداری نان میخوری؟ زهرمار و کاش جان میخوری. نان کجا اصلاح آن جانی کند که دل پس فرمان جانان بد کند. نون نیست، زهرمار شما میخورید. مال چه مال موراناست. بله، یک چیز پیشتی از آقای میرباقی توقع نداشتیم. میرباقی کیه؟ کارگردانیست که
اونم دستش حکومت هست و فیلم میخوان درست کنن برای سازمان ملل. اینم از جو که قصه است. سازمان ملل اگر بخواد کاری بکند که نمیتواند الان چون مردم ایران دیگه گوشش کلا نمیره. باید کار خودشو بکنه. اگر عرضه داره که نده ولی اتفاق داره میفته از جور دیگه میفته. جوری دیگه میفته که یک مقدار کمی آب سازمان ملل شد بخره. که آقای میرقابی دست تو شرک قزاری دارن به تظاهرات ساختگی رو دارن فیلم برداری میکنن. این تظاهرات ساختگی با حضور حدود 300 نفر دختر و پسر بسیجی با ظاهر بچهای دهه 80 و کارگارد ویزه در حال تهیه است که میخواد درست کنه فیلم بسازن با موبایل فیلم برداری میکنه به استفاده سازمان ملل که آقا این قضیه اینه دیگه از یعقوب داشته. بخش دوم سخن افشا شده جانشین بسیج بسیط از آن به شکست در جنگ رسانه‌ای شناختی و ادراکی. در این فایل صوتی که از مقامات به نظر میرسد قاسم قریشی جانشین بسیج است با بیان اینکه نیروهای انتظامی در قضیه زاهدانی تماس به از این عمل کند عنوان کرد که نباید این حجم کشته میشد. میتوانستن جوری تدبیر کند مثل خیلی جاهای دیگر که برای الاخر میتونستن خیلی کارو سبب نکرد. آقای جاوید رحمان ایشون نماینده حقوق بشر در ایران هست. خیلی شیطونه، خیلی براس، خیلی مموشه. هر روز کار میکنه شب 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 آقا نکن اینقدر رانندگی نکن کار نکن اینقدر زحمت کش خسته میشه عزیز دل من نکن. آقای جاوید رحمان تا کنون 21 نفر در ارتباط با اعتراضات به مرگ محکوم شدن. بابا خوش خبر باشی. جنایتکار کثافت لجن دزد بی شرف. تو فیلم نون میخوری عمل زدن کوفت میخوری تو چه گوهی خوردی تو این مدت جمع کنی کاسه کوزتونو جمع نکنی مردم جمعتون میکنن لولتون میکنن جیگرتون در میارن هرچی خوردی پس میدی کسا با دلت جمع بیسته این فرق مخبور بزن چه گوهی میخوای بخوری هر شده خبر جهت اطلاع میگی با ما جهت مشروع از ما میگی تو چی کار هستی اونجا او بالا چی میگی تو کسا با بابت باخت تیم ملی در کرمانشاه شاهکار کردن ملت یک کش گوش کنیم با هم دیگه. هاش استوری رو انداختن چه کاری که نکنه دوغاست آشبازی ها اولین باره اکبر خامنه دمش میگم اصلا همه شهر همینطور بوده کل شیرین تقسیم کردن کل چیز کردن مریوان هم همینطور بوده خیلی جای دیگه جمرود که واقعا سنگ تمام گذاشتن یک حدود ده دوازده سال پیش ده کم در ده سال پیش یه هیئتی از هند اومدن اینجا و اینا جز اونهایی بودن که طرفدار یوفوها هستن و بل کنن و جنگ جهانی سوم از این حرفا و خب از قبل من میشناختم از آن هندو هم شما آمده اینجا رو چستیم توی هم پرلاوی سجاتون خالی و صحبت کردیم اینا میخواستن من رو قانع بکنن که اینها راهشون درسته و فلان و بند و بسات و خواسته باید بیاییم صحبت به مردم تسلیم اینها بشن و اینا بتونن در دنیا یه حکومت جایی را بدازن حرفاشون رو گوش کردم 6-7 سال چستیم گوش کردیم اینها و من گوش کردم حرفاشون رو بعد بهشون گفتم که در این دنیا در این کره خاکی از دنیا یه کار داریم قدرت کی از هم بالاتره؟ گفتم خب قدرت خدا بند گفتم قبول داریم بالاتره گفتم این یوفو موفو ها و جنمن ها که شما میگید که من نهیدم تا حالا اینا زیر مجموعه کی هستند؟ قدرت هستند یا قدرت مافوق دارند؟ گفتم همه زیر مجموعه اون قدرت هستند گفتم حرف رو گفتن دیگه نمیمونه اون قانون طبیعت قانون کار هرچی هست خیلی مراقبه حواسش جمعه شما که هیچی صد تو شما توش بکنید و ملت ها اینطوری که شما فکر کردید با بترسون با ارخو بلرزون مثلا محمدی بیا تو کانالش عنوان بکنم صد سال نمی کنم چیزی که نمیدونم بچه من مطمئنم طبیعت و قانون کائنات و خداوندی که شما میگید
در راه بد قدم بر نمیدارد. اینو کی میخواید بفهمید؟ اونو در سازنده کار با اون آخونده هستن که میگن هر چی گناه بکنید، هر چی خیانت بکنید، هر چی جنایت بکنید، امام اعظم از در میاد. او امام اعظم فاتحش باید خوند که با این کار با سر کار بیاد، چون خودتون کسافت کار دیگه، خود کار خوب نمیتونید بکنید. که با زن شاهردار رابطه برقرار میکرد قبل از توطئه ننگین، گناه بکنه امام زمان بیاد، تو دیگه سرباز امام زمانی. فیلماش هم هست، تو سواک بوده نباید زیاد. این استدلالا به جای نمیرسه و از این نوع استدلال به جا نرسید و نمیرسه نخواهید. هم در واسه رو چه قدر کردید؟ اون جیگرتون در به قانون پوستی، چون بر اساس منطق هست و اصولی کار میکنه. اون ذات شما شیاطین است که اینجوری فکر میکنید و و و شیطان هم کاری میتونه بکنه. شیطان از قدرت وسوسه داره، قدرت در جای هیچی نداره. بله، حکومتی ها که شهیدن عصباتشون هم بازی رو باختن و درگیر شدن با مردم، ولی مردم خدمتشون رسیدن، یعنی فکر نکنن که غلطی کردن. شاید ظاهر اول قصه فرار کرده، پشت قصه جیگرتون در اون خودتون رو میدونید و نمیدونم چه حسیه و چو وقتی یا اون چیز فلان جاتون میره چه حسیه، من نمیدونم، فقط میدونم که فیلم هاش برم آمده. آره، این بازی فیلم دیگه از شما آذر خیابون پیروزی خوشحالی مردم از با نگه دو تایی صاف کنم تایی صاف. البته من به تو بگم مثلا هر 10 تا 15 تا من یکیش یه ذره پخش میکنم، چون واقعا نمیرسم و خوشحالم که اینقدر زیاد داره میاد. خب موزه دو تا کلیپ از من باشید، یکی بعد مزدورا رو میخوام صحبت کنم برای جوان ها که بشناسن مزدورا رو، و اگر تونستم میخواد توطئه ای که جهان و کشور خاص علیه جوان ها میکنه صحبت بکنم، چون اینا باید گفته بشود. راه نزدیک پول زیاد بی حساب کتاب نیست. بله، این خبر رو میخونم که بعد میخوام در مورد کلیپ ارتش صحبت کنم، این تو ذهنتون باشه. پنتاگون ایران حداقل صدها پهپاد برای استفاده در جنگ اوکراین در اختیار روسیه قرار داده. بعد اونجا میگم که علت ترسیدن و وحشت درشون داشته همین هم روسیه چی هست صحبت خواهم کرد. خب رانندگان کامیون هم که دمشون گرم شاهکار کردن و شاهکار ادامه داره. یک کلیپ دیگه من امشب واسه کلیپ بذارم، هر جور شده بالا برم پایین برم باید بدمم میشم، چون واقعا یه مقدار حالم میزون هست و افتخاری در خدمت شما بودم.